شورای شهر که باید تذکر بده و پیگیری کنه و کرده. دولت هم میگه خب من پول ندارم چیکار کنم؟ دولت داره، نه دولت باید اولویت ها رو تشخیص. ببینید اصلا تعریف بودجه یعنی کجا داره اشتباه تعریف بودجه یعنی این که دخل و خرج دولت بر اساس یه برنامه مشخص در طول یک سال، این یه تعریف از بودجه. خب باید دولت در مورد حمل و نقل عمومی، مخصوصا حمل و نقل عمومی کلان شهرها و مخصوصا تهران، این مسئله رو جزو اولویت‌هاش بگذاره. ما بندهای مختلفی داریم. ببینید کمک زیان مترو، کمک به احداث مترو، تأمین واگن‌های مترو، افزایش تعداد اتوبوس‌ها، اینا هر کدوم یک سرفصل. وقتی دولت به شما میگه آقا من پول ندارم، شرایط داره، ما نمیگیم حتما دولت برای این کارا پول داره. ببینید بعد داره کجا از مصوباتش هم هست، ولی متأسفانه جای دیگه کم، وقتی کم میارن میرن جایی خرج میکنن که فشار روشون اثر گذاره. ما اینجا که ما وقتی فشار میاریم میتونن ما رو دور بزنن و فشار رو تحمل کنن، علی رغم اینکه الان هم روزنامه ها، هم شما در صدا و سیما، هم مردم خواستشون اینه که وضعیت مترو اینجوری نباشه. و میدونید چه جمعیتی در مترو خوب رفت و آمد میکنه؟ این اولویت یک یک به نظر من وزارت کشور و سازمان شهرداری ها در امر حمل و نقل عمومیه. مترو تهران اصلی رو کی میدونید و کجا میدونید؟ من فکر می‌کنم ما این فشار و مطالبه رو باید روی کجا بگذاریم؟ من فکر می‌کنم یه جا باید روی همین دولت گذاشته بشه. اتفاقا من گفتم دفعه پیش خدمت من آقا معظم رهبری هم رفتم، ایشون هم دستور دادن. ولی اتفاقی که میفته اینه که دولت حساسیتش به اینه که فکر می‌کنه الان اگه پول بذاره دیگه به این دولت که نمیرسه. الان دو ساله اینا فکر می‌کنن که اگه پول بذارن به دولت نمیرسه. تنتی میگه حالا دولت بعدی هم بیاد خودش فکر میکنه. هر دولتی بخواد بیاد اینجوری فکر بکنه، چون بالاخره ساخت واگن حداقل یه سال سال نیم طول میکشه. اینجوری نیست که شما همین الان پول بذاری و واگن دریافت کنی، یا حتی اتوبوس حداقل 9 ماه طول میکشه. و در نتیجه من فکر میکنم دولت توجه نکرده که فقط دولت مربوط به دولت خودشون نیستن، باید دولت های دیگر. ما میگیم دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخونن، این از اون نوع. خوبی این دولت اینه که پول که اینجا نمیذاره جای دیگه هم نمیذاره. یعنی خوبیش اینه که ظلم بستویه، هر جا که نگاه میکنی میبینی اون یه قسمت هم لنگه. نه خب این دلیلش ساختار مالی کشوره که دوچار کسی بودجه شده، اون یه بحث جدا. خب میگم اگر دولت ها به شما بگن ما کسی بودجه داریم، مشکل داریم، شما چی بهشون پاسخ میدید؟ میگم آقا پول نداریم. نه کسری بودجه درم. یعنی اینکه خب باید اولویت ها رو تعیین کنن، در اولویت ها خرج کنن. حمل و نقل عمومی در صدر اولویت هاست در تهران. و این جمله عجیبی بود که دولت تصور بکنه من که دارم میرم بذار بر آره دیگه از این غیر ملی تر و از این عجیب غریب تر دیگه کم میشه پیدا من کرد. واقعا چیزی از جزئی نمیتونم بفهمم. ما چرا نباید میدونید الان 8 سال دولت داره آخر این 7 سالش گذشته و اینکه ما از دولت‌های آروهانی واقعا یه واگن دریافت نکرده باشیم، این